اگر ویدیویی رو ضبط کردی یا وایسی رو رکورد کردی و صدا کاملا نویز داره و قابل استفاده نیست، با من تو انتهای ویدیو همراه باش تا بهت یاد بدم چطوری به چندین روش مختلف نویز صدات رو بگیری و صدا رو قابل استفاده کنی. من پوریم و به یه آموزش دیگه از پریمیر خوش اومدین. اگر اولین باره که ویدیوام نگاه میکنین، اینو بدونین که من تو پیج اینستاگرامم و کانال یوتیوبم آموزش پریمیر 2021 رو از 0 تا 100 به صورت بیسیک قرار میدم و راحت میتونین با این آموزش ها لولت رو توی ادیت کردن بالا ببرین. بریم سراغ ویدیو که کلی کار داریم. برای این آموزش من از قبل یه دونه ویدیو به تایملاین اضافه کردم، صداشو گوش کنیم ببینیم چقدر کیفیت صداش بده. Crusty crust on it, but inside it's going to be really soft and cheesy. So go ahead and put that flour right into the mixer. می‌بینید یه هام داره، یه ذره خشه داره و آمبیانس محیط رو گرفته. برای اینکه دینویزش رو انجام بدیم کافیه بیایم به پنل افکت، دینویز رو اینجا سرچ کنیم و از آدیو افکت نویز ریداکشن دینویز رو بکشیم بندازیم روی صدامون. حالا یک بار دیگه صدا رو گوش کنیم. Look. That just a smoke. می‌بینید چقدر تغییر کرد کیفیت صدا. به افکت کنترل میریم و حالا اینجا اگه یکم بیایم پایین‌تر دینویز رو می‌بینیم. من افیکس رو می‌زنم تا خاموش بشه، غیر فعال بشه، دوباره به حالت اولش برگرده ببینیم چه جوری بود. Yeah, good job, Baba. Maybe we'll scoot it just a hair closer to you. Some parmesan cheese. تفاوتش کاملاً واضحه. ولی حالا ادیت رو اگر بزنیم، پنل دینویز برامون باز میشه. از بخش پریست میتونیم دو تا پریستی که برامون قرار داده رو استفاده کنیم. هیوی نویز ریداکشن برای زمانیایی که خیلی ما نویز صدامون بالاه میتونیم ازش استفاده کنیم. لایت نویز یکم لولش رو کمتر میکنه و نویز گیری رو برامون انجام میده برای مواقعی مثل الان. خب من اگر هیوی رو بزنم میبینید این درصد امانت شد 80%. اگر لایت رو بزنم میشه 20%. یک بار دیگه صدا رو گوش کنیم. من این درصد رو طی گوش دادن بیشتر میکنم، کمتر میکنم، تفاوتش رو احساس کنید. دیگه پاز نمیکنم. متوجه شدیم با بیشتر کردن این اماونت میتونیم درصد این دینویز رو بیشتر کنیم. خب به مراتب هرچی دینویزش رو بیشتر انجام بده صدامون رو بمتر میکنه، ولی اگر به حالت صفر یا بیشتر به صفر نزدیک بشیم صدا حالت طبیعی ترش رو داره و آمبیانس رو داریم تا حدودی، تا جایی میتونیم ازش استفاده کنیم تا آمبیانس رو بگیره برامون ولی صدا رو دستکاری نکنه، زیرش نکنه یا بمش نکنه. از بخش گین میتونیم گین صدا رو کم یا زیادش کنیم. این تیک آوتپوت نویز اونلی فقط نویز رو برامون پلی میکنه. از بخش پروسسینگ فوکوس میتونیم بگیم که فوکوسش روی تمامی فرکانس‌های صدا باشه، روی قسمت‌های پایین، روی قسمت‌های وسط یا میانه، روی قسمت‌های میانه فرکانسی فوکوسش روی قسمت‌های پایین و بالای فرکانسی باشه یا نه فقط بالاها رو برامون انجام بده. و این رو با تغییر دادن گزینه ها میتونید به دست بیارین چه تنظیماتی برای صداتون خیلی خوبه. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشی، تونسته باشی چیزی یاد گرفته باشی. حتما این ویدیو رو تمرین کن، خیلی به کارت میاد. تا ویدیو بعدی، فعلا.